در اسناد افشا شده است درون رژیم یا مجلس رژیم در کانال قیام تا سرنگونی مواردی هم هست که در رابطه با موضوع دور زدن تحریم هاست و این هم مورد توجه قرار گرفته. در این بخش رو از برنامه میخوایم به این موضوع بپردازیم همراه با آقای دکتر شاهین توتونچی، استاد و کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. میخوایم ببینیم که چه زوایایی از موضوع دور زدن تحریم ها منتشر و افشا شده و این رژیم چطور این سیاست رو پیش میبره، چه اهمیتی داره براش. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین. خب در اسنادی که افشا شده از اقدامات رژیم در رابطه با دور زدن تحریم ها می‌خواستم بگین که ابعادش چی هست، یعنی ابعاد این دور زدن تحریم ها چی هست و چطور رژیم این اقدامات رو انجام میده. بله، مسئله دور زدن تحریما یک سابقه ای داره که این سابقه رو فی الواقع از زمانی شروع شد که مقاومت ایران دست به افشاگری سایت های اتمی زد، برنامه های بالیستیک رژیم رو مطرح کرد که این تحریم ها شروع شد به واسطه اون افشاگری ها و بقیه حقوق بشر غیره و غیره. این شروع تحریم ها بود که حداقل در قوانین این کشورهای خارجی رفتش که رژیم ایران باید تحریم بشه. حالا انجام این کار بستگی داره که رژیم تا چه حد دوز و کلک داشته باشه و دوز و کلکش هم توسط همین دور زدن های تحریم ها هستش که شما گفتین، که من به خاطر دارم که این بارها و بارها روی این مسئله که چجوری این تحریم ها دور زده میشه با شرکت های پوششی و غیره و تحت عناوین مختلف درست میکردن و که در واقع برای اینکه بتونه تحریم ها رو بزنن که با نفتشون رو بفروشن. نفته که پول برای این رژیم در میاره و همه اینا حول این مسئله میگشته، که همون موقع من به خاطر دارم که در افشاگری‌هایی که بودش صحبت از این بودش که بدون یک دونه تحریم نفتی همه جانبه که از طرف سازمان ملل باشه واقعا این کارا محدوده، یعنی آن کارایی نداره. اینو به لحاظ به اصطلاح سابقه دور زدن تحریم ها بگم که رژیم فی الواقع از اونجا شروع کردش و یاد گرفت که چجوری این تحریم ها رو انجام بده و با شرکت های مختلف، من فکر می‌کنم نمونه های مختلفش هم همین الان در حتی همین اخیراً در آلمان هم افشا شده نمونه هاش هست. و اما ببخشید این با این سابقه ای که گفتم برگردیم به سوال اصلی شما که در رابطه با این افشاگری به خصوص هستش، که ما در این افشاگری به خصوص آنچه که میبینیم این هستش که این رژیم برای اینکه این تحریما رو دور بزنه تمامی مکانیزمای که به اصطلاح جلوی پولشویی و قاچاق و غیره و غیره رو میگیره رو همه رو گرفته. یعنی مثلا نامه می‌نویسن میگن آقا این جریانی که اتفاق میفته مطمئن باشید این درس پیدا نکنه، فلان نشه و مشمول این قوانین قاچاق و غیره و این حرفا هم نشه. اینکه علی خامنه ای برمیگرده میگه که تحریم ها برای ما فایده داشته، منظورش خودشه، منظورش خود رژیمشه. یعنی این رو یک دونه راه حلی رو پیدا کردن که این مسئله رو دور بزنن با قول معروف و اصلا خبر نشه. ببینید توی اخبار هستش وقتی میگیم مثلا چقدر مثلا یک عدد واقعا بزرگی یهوی ناپدید شد، مثلا نمیدونن این نفتا کجا رفت و این حرفا. خب همین جاها رفته دیگه، همین هایی که و خود رژیم هم میدونه که کجا هستش. و اینه که داریم میبینیم وقتی یه رژیمی وارده، خب البته رژیم میتونستش راه تحریم رو نره، میتونستش یک راه دیگری انتخاب بکنه که دیگه لازم نباشه تحریم باشه، به طور روشن باشه و چیز بکنه. تصمیم گرفته برای بقایش هم بهتره که این راه رو بره، جنگ و تحریم و سرکوب و غیره و غیره. خب وقتی که تو اون راه رو انتخاب میکنی که رئیسی و انتخاب رئیسیش به اصطلاح شاخص اون هستش،
این موضوع فساد هم همراه اون بالا میره. برای که اینا که همه قوانین همه چیزا مال خودشونه، برای سرکوب و برای پرداخت این جیرخاراشون خودشون هم بخورن این حرفا. حالا از بذارید من فقط موضوع رو میخوام از دید خارجی برای شما بیان کنم، چرا که تو اینجا که ما توی خارج هستیم این لابی های رژیم بسیار صحبت از این میکنن که مثلا بله این تحریما به ضرر مردم ایران هستش و مردم ایران هستن که چی میشن و فلان میشن و بهمان میشن، و بالواقع این افشاگری هایی که شد این منطق رو ضرب فنی میکنه که یک چنین چیزی وجود نداره، همش فساده، تمامش برای این هسته و برای هم دیگه حرفشو نمیزنن، نمیخوان این موضوع به اصطلاح همه گیر بخواد بشه، که البته بیفایده است، چرا که شده، چرا که مردم دارن میبینن که به چه شکلی هستش. این اهمیتش از اینجا از این بابت من همش دارم از دید خارجی دارم این مسئله رو بررسی میکنم، اینه که ما حرف ما این هستش به مماشاتگران و لابیان رژیم که حرفی که شما میگین اشتباه است و این حرف اساسا هیچ کدوم از این تحریم ها همش توی جیب خود آخونداست، همش برای سرکوب هستش، همین و همین. وقتی که ما که به این ایقان رسیدیم که این رژیمی که اینقدر فساد داره، این فساد مثل موریانه بدنه این رژیم رو داره میخوره، داره به طور کامل داره پوکش میکنه، که دلیل برای این هستش که این رژیم بدون شک سرنگون خواهد شد، چون که هر راهی که بره این راه هم که اینجوری رفته که داره دور میزنه. وقتی دور میزنی باید قاچاق ماشاقا رو بگی نکنید، خب اگه نکنی اون وقت تمامی فساد تمامی تو میگیره، وقتی که بگیره خودت از داخل پوسیده میکنه. یعنی اینا وقتی شما اینا رو کنار هم میذارین یک ایقانی به وجود میاد که این رژیم از سرنگونی گریزی نداره، و واقعا این افشاگری ها فی‌الواقع نمایش دهنده این باطلاقیه که رژیم درش گیر کرده. خب اگر این ایقان که حالا مثلا من که جزء هوادار مجاهدین هستم به این ایقان رسیدم، اگر این ایقان همه گیر بشه، در سطح وسیع جامعه همه گیر بشه و این افشاگری ها در جهت این هستش، خب کار رژیم تمومه دیگه. دلیلی که این رژیم هنوز هستش، ما همش صحبت از سرکوب و غیره میکنیم و این حرفا که البته مهمه، ولی رسیدن به این ایقان که این رژیم راهی نداره یک نقطه بسیار بسیار مهمه. روانشناسی مردم به این برسه که به این هستشه، و این افشاگری ها من میخواستم از این جهت روی اهمیت این افشاگری ها صحبت بکنم که مردم ما چه در خارج کشور، چه جریان خارجی و چه داخلی به این رسیدن که بابا این رژیم پوسیده است. بله، ببخشید، خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما، روز درازی کردن، تشکر میکنم از توضیحاتی که از ابعادش دادین، از اینکه چه نیازی داره رژیم به این دور زدن تحریم ها و اینکه اصلا از کجا شروع شده و اینکه خب ناچاره که این کارو بکنه، یعنی خودش انتخاب کرده مسیری رو که بخشیش همین اقداماتش برای دور زدن تحریم‌ها، برای پیشبرد مقاصدش هست در داخل، در تروریسمش، در منطقه و سایر موضوعاتی که گفتین. مقداری فرصت داریم، خیلی کوتاه اگه بشه، در رابطه با همین اسنادی که به تازگی افشا شده بگین چه جزئیات و زوایایی از دور زدن تحریم‌ها در اون ذکر شده. خب این دور زدن تحریم ها همین فیلم همین شرکت های مختلفی که به اصطلاح میذارن که به اصطلاح یه حالت دوگانه داشته باشه، پولشویی که انجام میدن از طریق بانک هایی که دارن و کمکی که از جای مختلف بهشون میشه، خب اینا ابعاد بسیار وسیعی هستش از که از داخل خود رژیم اومده بیرون و ما این رو الان مدرک داریم، فقط یک ادعا نیست و
و این رو میتونیم با منابع بین المللی و غیره جلو ببریم که اینها رو همه رو ما کشیدیم بیرون و میتونیم از اون استفاده کنیم برای اینکه جلوی اون کسایی که دارن با رژیم مماشات میکنن به خاطر منافعشون خب بگیریم. این یعنی این یک فایده عملی داره برای ما که میخوایم با رژیم در خارج کشور مبارزه کنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردیم و توضیحاتی که حول موضوع دور زدن تحریم ها، جزئیاتی که به تازگی افشا شده و اهمیت این موضوع برای رژیم و چشمانداز آینده گفتین. خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار.